میگن انسان از فردای خودش خبر نداره. این رازی که سالهاست در پرده ابهام باقی مونده. فردا چی پیش میاد؟ هیچ کس نتونسته جوابی به این سوال بده. فصل تابستان بود. مردم از شدت گرما به سواحل خزر مسافرت میکردن. من هم یکی از این مسافرین بودم. اتومبیل و 5 تا مسافر دیگرش. ما به سرعت سرسام‌آوری حرکت میکردیم. ناگهان یک اتفاق ناگواری افتاد. ما به یک دره هولناکی پرت شدیم. تمام مسافرین در آن واحد جان سپردن. قسمت بود که من زنده بمونم. ولی تمام بدنم کوفته شده بود. سرم گیج میرفت. دست چپم به شدت ضرب دیده بود. وحشت مرگ وجودم رو گرفته بود. دیگه امیدی نداشتم. آخرین تلاش من شروع شد. برای رسیدن به آبادی راه کوهستان رو پیش گرفتم. ششتر جون میکنه. آقا شما کی هستی؟ چرا اینجوری شدون؟ بیا زود کمک کن ببرمش گربه. یواش دست شوید. آیسته نراحت نشی. گلی! آی گلی!
چیه؟ چه خبره؟ این چیه؟ بابا جان این آقا نزدیک رودخونه میمرد. ببریمش تو کلبه. آره ببریمش فرزندم. یواش آروم باش. آه آروم. حالش خیلی خرابه، معلوم نیست چه بلایی به سرش اومده. باش حرف بزن، شاید چیزی بگی. سب کن اول یک کمی آب بهش بدم. ببینم آقا، صدای منو میشنوی؟ بله. چه اتفاقی افتاده؟ از کجا میای؟ از ترون میام، همین نزدیکی ها. ماشینمو پرت شد تو دره. تو دره؟ کدوم دره؟ کجا؟ دیگه هیچی نمیدونم، همه مسافر مردن، دنیا دور سرم میچرخید، دیگه هیچ امیدی نداشتم. آه درد میکنه هستم. خب الحمدلله به خیر گذشت. ببینم من کجا هستم الان. سبزدشت مازندران، تو کلبه حقیق مش محمد حسن. اینم گلی دخترمه. خاطرتون جمع باشه، ما از شما نگهداری میکنیم تا وقتی که حالتون خوب بشه اینجا میمونیم. پس من برم به پاسگاه ژاندارمری خبر بدم. الحمدلله حالتون بهتر شده؟ ممنونم دختر جون، محبت های تو و پدرت باعث شد حالم زودتر خوب بشه. اختیار دارین، ما کاری نکردیم، خواست خدا بود. نه دختر جون، شما خیلی محبت کردیم. اگه تو و پدرت نبودید شاید منم مثل بقیه مسافرین مرده بودم. من خوبی های شما رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. ایشالله که حالتون خوب بشه و دیگه ناراحتی نداشته باشی. متشکرم. راستی میدونی من هنوز بیرون کلبه رو ندیدم؟ راست میگی؟ پس حالا بیاین کمی قدم بزنیم، منم باهاتون میام. متشکرم. بریم. چه هوای خوبیه اینجا، مثل بهشته. چقدر خوشحالم که بعد از دو سه روز خودم رو سالم میبینم. راستی اسم شما چیه؟ میخواین چی کار؟ میخوام بدونم، آخه میخوام گاهی صداتون کنم، مگه مانعی داره؟ نه مانعی نداره، اسم من گلیه. گلی، چه اسم قشنگیه. راستی گلی، چمدون از بابای من پیدا شد؟ آره، پدرم دیروز چمدون و یه چیزای چوبی از اداره ژاندارمری که مال شما بود آورد و زیر تخت خوابتون گذاشت. پس بالاخره پیدا شد. اون چیزا به نظرت عجیب اومد ها؟ من که چیزی نفهمیدم. ببینم شما دکترین؟ نه من نقاشم. اون چیزایی هم که دیدی چارچوب نقاشیه. اصلا من اینجا اومدم که نقاشی کنم، از دریا، از جنگل، از چیزهای جالب دیگهی که پیدا بشه تابلو میسازم. لابد هم چیزایی نشنیده بودی. اولین دفعه است که از شما میشنوم. راستی پدرت کجاست؟ رفته ماهی بگیره، همین حالا پیداش میشه. مثل این که دستم خوب شده، اگه یه کمی آب گرم داشته باشی با هم کمک میکنیم و بازش میکنیم. بریم تو کلبه، الان براتون حاضر میکنم. بازم ناراحتی؟ نه بهتر شده. بشینید. آب گرم کجاست؟ همین حالا حاضر میکنم.
گلی چطوری؟ این روزه کمتر پیدات میشه. هر جا باشیم زیر سایش نمیاد. خب دیگه بگو. چیزی ندارم بگم. تو هر روز قشنگتر از روز پیش میشی. فقط یه لباس حسابی کم داری. راستی گلی تو دلت میخواد بیای تو خونه من کار کنی؟ اگه بیای نمیذارم بهت بعد بگذره. در خدمت گذاری حاضرم قربان. باشه فردا با پدری صحبت میکنم. خب اجلتم هم میرم. خداحافظ پرنده کوچولو. پرنده کوچولو. سلام قربان، حالتون چطوره؟ ممنونم اکبر، خبر تازه‌مازه چی داری؟ ای قربان سلامتی. این روزا خیلی آدم ساکتی شدی، باعث تعجبه. قربان ما همیشه آدم ساکتی بودیم، اگه کسی سر به سرمون نذاره آزارمون به مورچم نمیرسه. راستی یادم اومد، شما خبر دارین که سه روزی یه مرد غریبه تو کلبه پدر گلی خوابیده؟ نه کدوم من؟ آره، یکی از همون مسافرهایی که تو دره افتاده بود زنده مونده و حالا دو سه روزه که پیش گلی و پدرشه، اما مثل این که دست شکسته. اینطوری که پیداست گلی هم یارو بعدش نمیاداره. گلی بی اینجا ببینم. گلی. بله. سلام قربان. این مرد تو کلبه تو کیه؟ این مرد یکی از همون مسافرهای یکی از ماشین تو دره افتادن. بیچاره داشت میمرد، ما نجاتش دادیم. پس ما چه عجب. ببینم این مرد تو کلبه تو چیکار میکنه؟ کدام قربان؟ ها یکی از مسافرهای ماشینه که تو دره افتاد داشت میمرد، ما مزر رضای خدا آوردنش منزل و ازش نگهداری کرد. پس چرا تا حالا چیزی به من نگفته بودی؟ والا فرصت نشد به عرضتون برسونم. حالا هرچی شما دستور بفرمایید اطاعت میکنم. حالا تو خونه هست میشه دیدش؟ بله قربون بفرمایید. بفرمایید قربان. خیلی معذرت میخوام، ببخشید. نظام الدین خان صاحب ده ما هستم. بله خوشبختم، خیلی متاسفم که اینطوری با شما ملاقات میکنم. نه، زیاد مهم نیست، راحت باشین. شما از کجا میمدین؟ من از تهران میام. ترمز اتومبیلمون برید، افتادیم تو دره. قسمت بود که من زنده بمونم. بله، ماجرای سقوط ماشین شما رو از اداره ژاندارمری شنیدم. حتما برای تعطیلات تابستونی به شمال اومدیم. زمین استفاده از دریا، میخواستم چند تابلوی نقاشی بکشم. آخه حرفه من نقاشیه. اوه پس من با یه نقاش طرف صحبت هستم. اختیار داریم. من برای هنرمندان احترام خاصی قائلم. سرکار اظهار لطف میفرمایید. باور کنید مبالغه نمی کنم. بر صورت شما باید همین حالا به منزل ما بیایید. با کمال میل از شما پذیرایی میکنم. آخه اینجا زیاد نمیتونید راحت باشید. نه دیگه مزاحم شما نمیشم. جای این حرفا نیست، تعارفم نمی کنم. از اون گذشته منم از تنهایی راحت میشم. متشکرم. آخه این دختر و پدر انقدر به من محبت کردن که من نمیدونم چطوری جبران بکنم. این حرفا رو نزنید، ما که خدمتی از دستون بر نمیاد. توفیق الهی بود. بلند شید برید، من خودم جبران کنم. بفرم بیدو. امیدوارم بتونم جبران خوبی های شما رو بکنم. بازم سری بهتون میزنم، فراموشم نکنید. خداحافظ. 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 به امید خدا.
خب که اینجور گلی خانم دل به این آقای شهری داده، اما حواست جمع باشه، آدمای شهری به دخترای دهاتی هیچ اهمیتی نمیدن. تو این دهات اطرافم کسی نیست که لایق تو باشه. بالاخره اول آخرش مال خودمی، حتی اگه به قیمت جونم هم تموم بشه. بازم که به دستت ور میری، مگه هنوز خوب نشده؟ چرا خوب شده، ولی گاهی احساس درد میکنم. زیادم بهش ور نرو، ولش کن. غلام حسین، اون ساک منو بذار تو جیب، میخوام برم بیرون. چشم قربان. زندگی راحتی داری، دور از جار و جنجال شهر، تو هم با آرامش. آره، آرامش. آخه زندگی یه نواختم خسته کننده است، یه وقت لازمه که آرامش از بین بره. معلوم میشه تو هم به زندگی پرحادثه علاقه داری. اونجورم نیست، اما تنوع در زندگی لازمه. مگه شما غیر از این عقیده داری؟ اتفاقا با تو هم عقیده هم، ولی باید محتاط بود. خب حالا از این حرفا بگذاریم، بلند شو سری به پلاژ بزنیم. پیشنهاد خوبیه، موافقم، بریم. خب بریم. ما میریم پلاژ، ممکنه دیر برگردیم. سلام. گلی اینجا چی کار میکنی؟ شما قول داده بودیم به ما سر بزنه. تو خوب میدونی که حالم خوب نبود. امروز اولین دفعه یه که میتونم بیرون بیام. پس بعدن پلوما میاد. حتما، شما به من خیلی محبت کردید. من محبت های شما رو نمیتونم فراموش کنم. چطور شد این طرف ها اومدی گلی؟ اومده احوالی از من بپرسه. گلی و پدرش حق بزرگی به گردن من. یه دفعه که گفتم حقشون رو من میدم. سوار شو بریم. بعد میبینمت. خدا حافظ. خیلی جالب میرقصه. یه چیزی بگم، این رقاصه رو میشناسمش. چی رقاصه؟ آره، اسمش جلیله است. گاهی پیش خودم فکر میکنم اگه هتل این پلاژ نبود، من چطور میتونستم تو این دل لعنتی زندگی کنم؟ اگه تو جای من بودی چی کار میکردی ها؟ هیچی، تمام وقتم صرف نقاشی میکردم. ای بابا، نقاشی مگه شد زندگی؟ اوه، خوش اومدین، چه به موقع اومدین. سلام، احوالتون؟ قربون شما، دوستم معرفی میکنم. خوش باشم. نقاش هنرمندی ها، بفرمین، بشین، بفرمین، خوش کن، بفرمین. خب حال شما خوبه؟ مرسی. اصل حالت چطوره؟ بد نیستم. خب نظام، تو کجا هستی؟ میدونی خیلی وقت ندیدم. یه زمانی شبا با هم برنامه هایی داشتیم. یادش بخیر. این ده لعنتی دست ما رو از شهر کوتاه کرده. نمیدونی چقدر خسته شدم. حتما خیلی تنها هستی. چند روز یه دوست خوبی پیدا کردم و الا تنهایی دق میکردم. خب بگو ببینم تازه چه خبر؟ میشه آواز خوندن. میدونی مدتی صدای تو رو نشنیدم، حالا خیلی مناسبه که تلافی کنی. بذار باشه یه روز دیگه. اتفاقا حالا موقعشه. دارشون پاشون گیتار ورده بیار. دلم میخواد امروز شادمون کنی. ها خیلی خوب، بذار گیتارو بیاره. اومد، مرسی.
بسیار عالی بود، واقعا عالی بود. خواهش میکنم، خب با اجازه من میرم بالای سری بزنم. مزاحمت میشم، بفرما بفرما. خداحافظ. 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 بخور بخوریم بریم بیرون یک کمی بگردیم. همین حالا بذار با جمیله صحبت همو بکنم. گارسون بیا اینجا. بله قربان، فرمایشی بود. نظام الدین میخواد شما رو ببینی. چش قربان. چی میخوای بهش بگی؟ دعوتش میکنم منزل دوره هم باشیم. فکر خوبیه. تو پله ها منتظر شماست. نظام من میرم بیرون، شاید بتونم یه تابلوی بکشم. حتما تا زور برمیگردی؟ آره تا قبل از نهار برمیگردم، نگران نباش. خداحافظ. خداحافظ. غلام حسین بیا ببینم. بلا یادت نره برای نهار دو تا جوجه سرخ کرده، بعد از ظهرم لباسام اوتو بکشم. چشم. گلی تو اینجا چی کار میکنی؟ دیگه دستون درد نمیکنه؟ نه بهتر شده، متشکرم. بشین تا من کارم انجام بدم و وقت بهت نشون میدم. خب حالا میتونی بیای نتیجه کارمو ببینی. چیه؟ عکسه؟ آره عکسه، ولی هنوز تموم نشده. وقتی تموم شد میتونی باور کنی که عکس توه. عکس من به چه دردت میخوره؟ به چه دردم میخوره؟ خودم هم نمیدونم. خب من دیگه باید برم، دیگه دیرم شده. میری؟ به به
خانم گلی خانم، احوالت چطوره؟ خیلی خوشگل شدی. چرا جواب نمیدی ها؟ با تو هم این گوشات کر شده. برو کنار از جون، من چی میخوای؟ آه زبونت هم که خیلی دراز شده. راستی بگو ببینم با اون مردی که چی کار داشتی؟ خیلی باش کرم گرفته بودی. نمیخواد ناز کنی. حالا دیگه کارت بگیر. ازش حساب میبرن. روزایی که بیکاره میاد سر را بای میسه، هر دختری که رد بشه اذیتش میکنه. اصلا خیلی آدم بدجنس و بیشرفیه. خب تالا چرا به بابات نگفتی؟ میرسیدم دعوا بشه. چون تو ما این کارا خیلی زشته. بسیار خوب، من به نظام الدین میگم تنبیهش کنی. سلام علیکم. سلام علیکم. انشاءالله که حال شما خوب شده. کاملا خوب شدم دیگه، هیچ ناراحتم. احوالی ازتون بپرسم و برم؟ نظام الدین منتظرمه. آخه اینجوری که بده. نه نه تعارف نکنید. راستی این همون پسری است که با کمک من نجات داد؟ بله. ببینم حالت چطوره پسر جون؟ اگه من نبودم لاشخورا گوشتای تنتو تیکه تیکه میکردم. من از تو خیلی ممنونم، تو بچه زرنگی هستی. چون اگه به دادم نمیرسیدی ممکن بود منم مثل بقیه مسافرهای اون ماشین مرده بودم. خدا رو شکر که زنده موندی. بیا بیا این پولو بگیر برای خودت یه چیزی بخر، بعدن بازم بهت میدم. برای خودم تنها تنهایی؟ برای خودت، اما اگه بابات هم خواست بهش بده. نه به بابام نمیدم، اگه بهش بدم میره عرق میخواد. اسم چی؟ این بیچاره زبون نداره، لاله. حیف، عجب دختر قشنگی. طفلکی پدر مادرم نداره. پس پیش کی زندگی میکنه؟ وقتی که بچه بود پدر و مادرشو گرگهای هار پاره پاره کردن. اما به مریم اذیتی نکردن، از همون وقت زبونش بند اومد و لال شد. حالا پلوی عموش یعنی پدر همین بچه زندگی میکنه. عجب پیش آمدهایی برای این بدبخت کرده. خب من دیگه میرم، خداحافظ، دیر وقته. بازم پیش ما بیه، حتما بهتون یه سر میزنم. خداحافظ گلی. خداحافظ همگی. به خدا سپردمه. خدا نگهدار. سلامتی امروز باید اینقدر بخورم که مست بشم. حمید تو هم باید پا به پای ما بیای. همینطور تو. به سلامتی امروز. به سلامتی. آخه زیادش هم آدم رو مست میکنه. تو هوشیاری بهتر میشه لذت برد.
نقاش، تو نقاشی تو بکن، به مستی چی کار داری؟ راستی جمیله، حمید یکی از بهترین دوستای منه، دوست تازه ایه، اما اینقدر زود به هم اونس گرفتیم مثل اینکه سالهاست با هم رفیقیم. آره، میخوریم به سلامتی این دوستی. چرا از ما فرار میکنی؟ چی شد؟ چرا ناراحتی؟ گلی گلی چرا فرار کردی؟ فکر نمی کنم تا حالا باعث ناراحتی تو شده باشم. تو خودت بهتر میدونی چقدر دوستت دارم. اون خانمه کی بود؟ کدوم خانمه؟ آها، اون خانمه با نظام دوسته. من اصلا نمیشناسمش. حالا فهمیدم چرا فرار میکردی. ولی گلی قسم میخورم جز تو کسی رو ندارم. به من اطمینان داشته باش. میترسم. نمیدونم چی بگم. از چی میترسی؟ از حرفای من؟ میترسی دروغ بگم؟ میترسی تو رو بدبخت کنم؟ نگولی این حرفا رو نزن. به خدا دوست دارم. بس اون مار میمونی پست بیادفه. برو دیگه نمیخ... برو.
گلی توی تو پیش من اومدی، چقدر قشنگ شدی. اما نه، تو قشنگ بودی، حق با توه. من نمیتونستم قبول بکنم. ببینم تو چه کسی دوست داری، ها؟ منو یا اون دوست نقاشمو؟ چرا جواب نمیدی؟ تقصیر از منه، تو راست میگی، برای اینکه تو رو هیچ وقت آدم حساب نمی کردم. حالا میفهمم که گناه از خود منه. تو منو میبخشی، ها گلی؟ اما حالا حاضرم دوستت داشته باشم. اصلا تو مال منی، صاحب تو بشه. بیا بیا تو بغلم، بیا گلی. اکبر تویی؟ چی شده؟ سلام قربان، دیگه چی میخواید بشی؟ این مهمون شما دست از سر گلی ور نمیداره. توده بین مردم حرفایی میزنن، هر کی یه چیزی میگه آخه. مهمون من؟ فکر نمیکنم. میتونی حالا بیاین با چشمای خودتون ببینین، اونجا کنار رودخونه. چی میگی؟ اونا حالا با همن؟ بله. کجا؟ قربان من باید دارم رودخونه ماهی بگیرم، شما خودتون میتونید پیداشون کنید. ببینید از اون طرف رفتن. آبا هوای ده ما خیلی خوبه نیست؟ اتفاقا راجع به همون داشتیم صحبت میکردیم. بله میدونم. گلی تو داری پاتو از گلیم خود زیادتر دراز میکنی، میخوای با این کارات برای من دردسر درست بکنی؟ میدونی مردم ده پشت سر چه چیزایی میگن؟ انقدر نباید به حرف مردم گوش کرد. شما هنوز مردم این دهو نشناختی، یه موقع ممکنه به ضرر شما هم تموم بشه. تو چرا بایستدی؟ برو گم شو دیگه، اینجا پیدات نشا. داره تو رو گول میزنه. چکنی؟ از این گذشته توی ده حرفای دنبال شما دوتا میزنم. نه تنها برای تو که برای منم خوب نیست. تو این ده اگه دو نفر هم دیگر دوست داشته باشن، آخه مگه گناهی مرتکب؟ این دن که تو وانگولی رو دوست نداری یا مقصودت کیف کردنه؟ نمیشه اونا رو گول زد. از تو توقعی حرفا رو ندارم، این شایعات شلوغه. قسم میخورم که من نظر بدی نسبت به گلی ندارم. حالا داری برای منم جانماز آب میکشی؟ قسم میخورم کدومه؟ این دخترای دادی قابل این حرفا نیستن که آدم باهاشون عشق بازی کنه. آخه میدونی چیه؟ اصل یه معروف که میگن لنگگی به گفتم دروغه. چرا میخوای به زور بانمود کنی که من دختره رو گول میزنم؟ خب اگه منم جای تو بودم با دخترهای ده ور میرفتم، اما یه کمی هم به حرف ساده گوش میکردم. اصلا میدونی چی داری میگی؟ اول گفتی اون دختره منو داره گول میزنه، حالا میگی من دارم رو گول میزنم؟ به شما میگم که دیگه نباید با این دختری گرم بگیری. حالا برو بهش بگو که باید این مسخره بازی ها تموم بشه. دیگه نمیخوام این قصه بدنامی توی دهن به دهن بگرده. فهمیدی؟
بیا اینجا نه بچه، بیا اینجا. سلام. سلام. گلی کجاست؟ چیکارش داری؟ به تو مربوط نیست، گفتم کجاست؟ رفت آسیا. از کجاست؟ ده بالا. باز فرار کردی؟ این دفعه دیگه گیرت میارم. بازمش بردم بلا کرد. خیلی خوب برو. مریم تو هم که همش وینگ وینگ میکنی. ببینم تو هیچ میدونی خیلی دوستت دارم. حیف نبود تو به این خوشگلی لال شدی، اما خب من کاری به این حرفا ندارم. بی جلو ببینم. وایسا مریم. ببخشید اینجا آسیا؟ بله قربان. ممنونم. بریش اومدم تو رو ببینم، دلم برات تنگ شده بود. رفتم کلبه دنبالت، گفتن رفتی آسیا. شما خیلی به من لطف داری. این چه حرفیه میزنی؟ راستی ببینم نظام راجع به من با تو حرفی نزد. چه حرفی؟ درباره من و تو. آخه نظام تازگی ها به کلی عوض شده. نسبت به من و تو خیلی حسادت میکنه. امروز به من گفت دیگه ما نباید با هم حرف بزنیم، حتی هم دیگه رو ببینیم. میبینی که چه وضعی پیش اومده؟ اینطور که معلومه آقا از دست ما عربانیه. عقیده شما چیه؟ عقیده من اینه که بریم تا کسی ما رو ندیده یه جو با هم حرف بزنیم. بریم. دیگه بیا بشین، بیا بشین تا تمام ماجرای امروز ما برای تعریف کنم. بشین. خسته شدم. امروز با نظام حرفم شد. آخه چی میگه؟ بازم حرفای سابقو میزنیم.
گفته که دیگه با تو حرف نزنم. اصلا به کلی تو رو فراموش کنم. چرا مگه چی شده؟ میگه توی ده ما راجع من تو خیلی حرف رو میزنم. شما حرف اونو باور میکنی؟ من میدونم که تمام این حرفا زیر سر خودشه. از آشنایی من تو خیلی ناراحته. باید سعی کنیم کمتر جلوی دیگران ظاهر بشیم. نظام وقتی عصبانی بشه خیلی خطرناکه. میترسم برای من و پدرم درد سر درست کنه. بی خود میترسی. تا من اینجا هستم کسی نمیتونه به شما اذیت. بوریم دستورات من عمل کنید. نمیخوام بیشتر از این آبرو ریزی بشه. مثل اینکه تو گوشه شما پنبه کردم. با شما هستم آقای حمید خان. با شما خانم گلی خانم. از این به بعد من میدونم با شما چجور رفتار کنم. حرف حساب به خرجتون نمیره؟ باشه تا بعد به هم برسیم. خیلی عصبانیه. زودتر از اینجا بریم. بریم. سلام قربان. سلام. حالتون چطوره؟ تازه چه خبر اکبر؟ سلامتی. راستی خبر دارین که مریم همون دختر لاله گم شده؟ کم و بیش فهمیدم. بعضیا میگن به شهر رفته. بعضیا میگن شاید تو دریا افتاده باشه. با تو کار مهم میدارم. بفرمایید قربان، در خدمت گذاری حاضرم. گوش کن، تو باید یه کاری برای من انجام بدی. فرمون بردارم قربان. تو باید گلی رو خوب بشناسیش. اوه چه جور؟ شما میدونید که من همه رو میشناسم، به خصوص دخترهای ده رو. پس گوش کن، از تو میخوام که امشب گلی از کلبه بدوزی و 24 ساعت قایمش کنی تا این پسر فضول از ده بیرونش کنه. اوه این که خیلی ساده است، مثل آب خوردنه. پس مطمئن باشم؟ خاطر جمع باشی. خب اینو داشته باش مال تو. خداحافظ. خوش اومدین. آره حسن پسر همسایه‌مونه. گلی گلی چی شده حسن، چه خبره؟ بابا تو دریا غرق شده. اونها چی؟ بابام؟ وای خدا. بابا بابا جونم گریه نکن کنی، طاقت داشته، گریه که فایده نداره. بابا جون، چرا منو تنها گذاشتی؟ آخه من تو این دنیا دیگه هیچ کس رو ندارم. بابا جونم حمید، میخوام امروز حرفامو با تو بزنم. اینطور که من فکر میکنم ادامه این دوستی ما نتیجه خوبی نداره. بهتره بدون تعارف هر چی هست بگم. از روزی که تو پات تو این ده گذاشتی و از این محل به هم خورده. بهتره شما فردا صبح از اینجا بریم. گفتم یه ماشین سواری بیاد شما رو ببره. شما میزبانی رو، من قاعدتا باید حرفای شما رو گوش کنم. از اینکه فردا باید برم حرفی ندارم، ولی حالا که شما حرفاتون رو زدین منم میخوام چند کلمه با شما حرف بزنم. بعد از این همه دست گلا بازم حرفی داری؟
من مقصر این پیش آمده نیستم. اصلا شما نسبت به من یک حالت بغض و کینه ای دارید. حسادت برای چی؟ بی پرده حرف بزنیم. حسادت برای محبت من و گلی. چی میگی؟ به تو اجازه فضولی نمیدم. تو نمیتونی با افرادی که تو ملک من زندگی میکنن رابطه داشته باشی. گفتم فردا صبح باید از اینجا بری. نظام تو اشتباه میکنی. گلی مال منه و تو با نفوذ و پولت نمیتونی اونو بخری. زبونت خیلی دراز شده. دیگه کارت به اینجاها رسیده؟ داری خودتو مسخره میکنی؟ تو یه مرد حقباز و شالاتان بیشتر نیستی. اصلا تو چی میخوای؟ حرف حساب چیه؟ آره، من گلی رو دوست دارم. به تو چه مربوطه؟ باید دید گلی چی میگه. اون از تو متنفره. تو بلدی فقط زور بگی. خفه شو، بایلا دهنتو خورد میکنم. این تابلوی لعنتی هم باید پاره بشه. سلام، بچه جون گلی کجاست؟ رفته سر خاکی باباش، میخوام بیام بهتون نشون بدم؟ نه جونم، خودم بلدم میرم. بابا جون چرا رفتی؟ چرا من تو این دنیا تنها و بیگر گذاشتی؟ بگو آخه من چی کار کنم؟ بگو تنهای تنها هستم، دیگه هیچ کسو ندارم. گلی میدونم که مرگ پدرت خیلی ناراحتت کردی، اما تو باید بدونی که مرگ برای همه ای ما هست. از این گذشته حالا دیگه تو باید فکر آتی و خودت باشی. من تو این دنیا دیگه هیچ کسو ندارم، تنها امیدم پدرم. بیچاره خیلی ناراحتی کشید، همین دلخوشیش فقط من بودم. من خدا خیلی بزرگه، آدم تو این دنیا بی کس نمیمونه. بیشتر از اینم خودتو ناراحت نکن. بلند شو بریم، بلند شو، میخوام باهات یک حرف مهمی بزنم. بلند شو، گریه نکن. بلند شو بریم، گریه نکن. بلند شو. گریه نکن، موضوع مهمتری در پیشه. من و نظام اختلاف شدیدی پیدا کردیم، البته میدونی که فقط به خاطر توه.
مگه حرفی زده؟ آره، به من گفته که فردا صبح از اینجا برم. گفته که اگر دستورش در پیچی کنم به ضررم تموم میشه. اینطور که معلومه برام خیلی خطر داره. پس میخوای فردا صبح بری؟ گفتم که دیگه چاره ای نیست. نظام از حال عادی خارج شده. اما موضوع مهمتر از همه اینه که چیه؟ میدونی که من در این مدت به تو انس گرفتم و حالا موقعی دارم میرم که تو هیچ کسو نداری و این برای من قابل تحمل نیست که تو رو در چنگال آدم هایی مثل نظام و اون مرتیکه وحشی ماگیر بندازم و برم. چی کار میتونیم بکنیم؟ منم از این که تنها میمونم ناراحتم. گوش کن، آیا حاضری با هم بریم؟ از اینجا میریم. چی میگی؟ شما منو با خودتون به شهر میبرین؟ یعنی من بیام تو شهر با شما زندگی کنم؟ من نمیتونم تو رو اینجا تنها بذارم. اگه حاضر بشی با من به شهر بیای همیشه با هم زندگی میکنیم. باور کن راست میگم. پس منو شما به شهر میبرین؟ تو رو خدا راست میگی؟ قسم میخورم گلی، من حاضرم. اما جواب نظامو چی میدین؟ اصل موضوع همینه، ما باید بدون اطلاع او با هم فرار کنیم. حاضری؟ حاضرم. پس گوش کن، من قبل از ساعت 8 یواشکی میام تو کلبه شما. تو بالاخره یه ماشین پیدا میشه ما رو به شهر برسونه. حاضری؟ حاضرم، منتظرت میمونم. اما تو باید خیلی مواظب خودت باشی، فهمیدی؟ فکرشم نکن، بریم به کلبه برسونم. بریم. گلی، من داشتم میومدم که بهت تسلیت بگم. این شطوریه که در خونه همه میخوابه، ولی تو شانس بردی، چون قبل از اینکه طوری بشه یه شطور در خونت ثبت شد. بهت که بد نمیگذره. چرا دست از سرم ور نمیداری؟ آخه از جونم چی میخواد؟ هنوزم که زبونت درازه. آدم که بی کس میشه حرف بزرگترشو گوش میکنه. یا باید مال من باشی یا مال هیچ کس. میتونی زبونتو کوتاه کنی یا نه؟ مثل اینکه شما نمیخواییم پاتون از تو کف شما بیرون بیارین، ها؟ اگه بخوای بازم سر به سر گلی بذاری برات گرون تموم میشه، مثل اون روز. کدوم روز؟ ای بابا، اون ممه رو لولو برد، ولی خب به گلی بخشیدمت. بریم سر به سرش نذاریم، وحشیه. کی؟ ببین گلی، من دیگه امروز نمیتونم پیش تو برگردم. نظام اکبر مواظب ما هستن، تو هم نباید از کلبه بیرون بیای. من جایی نمیرم، فقط منتظر تو هم. آره نزدیکی ساعت 8 صبح پیش تو برمیگردم. این موضوع رو نباید کسی بفهمه. مطمئن باش نمیذارم کسی بفهمه، اما باید مواظب خودت باشی. یا نظام خیلی بدجنسه، شاید تو رو غافلگیر کنه. تو از این بابت نگران نباش، خودم میدونم چیکار بکنم. تنها کاری که تو باید بکنی اینه که نزدیک صبح حاضر بشی. حاضر آماده باش، تا من اومدم فوراً حرکت کنی. خیلی خوب، باشه، برو. حالا تا کسی تو رو ندیده فوراً از اینجا در رو. خب گلی جو، من رفتم. یادت نره.
بیناش. شما توقیف هستید. چرا؟ برای چی؟ گفتم توقیف هستید، بعدم میفهمی. باور کنید من از همه چیز بیخبرم، من قاتل نیستم. این حرفا رو در بازجویی بزنید. اشتباه میکنید. گوش کنید، من حاضرم بیام، اما اول تحقیق کنید. دارن پای من توی قتلی میکشن که روح هم خبر نداره. این زنجیری گردن مال کیه؟ این مال گردن اکبره. مال من؟ دروغه. گوش کنید، از این ساعت همه چیز بین ما فراموش میشه. و حالا که از این دهکده خارج میشید، باید بدونید ما برای هم مثل یه غریبه هستیم. محبت های اولیه شما هیچ وقت فراموش نمیشه. بدون محبت، همه اینا مسخره است. گفتم همه فراموش میشه. دیگه با من حرفی ندارید؟ میتونید برید، ولی یادتون باشه که از این ساعت شما برای من مثل یه غریبه هستیم. فراموش نکن که اگه از رفتن منصرف بشی، به ضررت تموم میشه. آقا لطفا نگه دارید، من باید